رفقا خسته نباشین، حالتون چطوره؟ خیلی 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 ممنون از پیام هایی که توی یوتیوب میذارین، کامنت هایی که توی یوتیوب میذارین برام. خیلی متشکرم از انرژی خوب و مثبتتون و از همینجا هم سلام کنیم به بچه هایی که تو کانال سیگنالن. عرضم به حضورتون که این ویدیو رو اول میذاریم کانال سیگنال بعد یوتیوب، گفتم یه بررسی بکنیم مارکت رو و یه تحلیل بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. دیشب یه کندل خیلی قدرتمند، ما اول دیلی داریم نگاه میکنیم، تو دیلی این پایین داشت واسه خودش میچرخید، ما تو این مثلث منتظرش بودیم که ببینیم از کدوم طرف میاد بیرون که همگام با بازار حرکتمون رو شروع کنیم. که خب دیدین همونطور که متوجه شدین ساعت 1:30 دیشب به وقت ترکیه بود که اینو شکوند و رفت بالا، و امروز هم که درگیر این حالا تیپی اولی هم که تو وی آی پی گفته بودیم زد، خدا رو شکر اینجا میتونن بچه‌ها احتمالاً براشون فروخته و سود کردن نوشید جونشون. بریم RSI رو چک کنیم که واسه این اومدن. RSI تو دیلی بچه ها دیدین که ما چند تا خط براش کشیدیم، حالا بریم اینجوری نگاش کنیم واضح تره. یه خط بلند مدت براش داشتیم که این بود، اوکی، که این همچنان ادامه داره و این اگر بخواد بیاد بالا یه بار دیگه باید اینو سعی کنه بشکونه تا ما سقف جدید منتظرش باشیم توی قیمت برای بیت کوین. این یه مورد از که میشه تقریبا اینو بشکونه بچه ها، میرسه احتمالا هلوش اینجاها، یعنی 41000 40000 اگر اینو بشکونه ما منتظرشیم رو 40001000. این یه نکته، پس اینو برای خودتون رسم کنین و اگر این اتفاق افتاد بدونین که اینجا اون نقطه است از لحاظ قیمتی. و یه خط حمایتی هم براش اینجا کشیدیم بچه ها که داشت مارکت حرکت میکرد روی این نقاط خوبی رو میداد و اومد اینجایی که اینو شکوند، ما دیدیم که خب این اتفاق، این شکست خط روند، این خط سبز اتفاق افتاد اینجا و بعد دوباره برگشت بالا. یک دقیقا نقطه‌ای اومد اینو تاچ کرد و اومد پایین و الان درگیر همینه. حالا اینی که اومدم الان ویدیو بذارم به خاطر این بوده. ببین قربونت، خط RSI الان اینو شکونده ولی میتونه این شکست نامعتبر باشه، یعنی بریزه پایین دوباره تا این کف ما بیایم یا بیاد یک کوچولو بزنه یه بار دیگه بخواد اینو تاچ کنه که بشکونه. به هر حال این شکست اتفاق افتاده، اگر زوم کنی میبینی که کامل شکسته، ولی این شکست معتبر باشه کی معتبر میشه؟ تایم فریم دیلی اینجا نوشته 15 ساعت دیگه کندل امروز که بسته بشه این تکلیفش روشن میشه که ما ادامه روند صعود خواهیم داشت یا دوباره نزولی میاد پایین و قیمت های کف رو میبینه. پس یک چند ساعتی حالا صبر کنین تا این تکلیفش روشن شه، ولی من هر دو گزینه رو بهتون گفتم، یا اگه بره بالا تا 41 منتظرش هستیم و اگر اینو نتونه کامل بشکونه و بریزه پایین دوباره حالا تا کجا بیاد، تا اینجا بخواد بیاد 28 رو خواهیم دید، 29 رو خواهیم دید تو این منطقه. اگر تا اینجا بیاد 30-31 رو خواهیم دید. چرا اینجا که رسیده بود 30-31 بود، میتونین تو چارت برای خودتون چک کنین. خب این از RSI که بهتون گفتم، مکتی هم سبز کرده، میتونه شروع یک روند خوب باشه ولی خب این تثبیت نیست، تضمین نیست. و بریم 4 ساعته چکش کنیم بچه ها. تو 4 ساعته هم همونجوری که بهتون گفتم این مثلث رو میبینی اینجا تشکیل داره، یه حمایت اینجا که یه بار اینجا تاچ کرده یه بار اینجا، تا این تعداد زیادی برخورد داشته و حمایت شده روی این قیمت و اینجا هم دوباره یه حمایت شده پرتاب شد به سمت بالا. حالا ما بخوایم دقیق ترش کنیم اینو باید اینجوری کنیم، اوکی، که شادوها کامل روش باشه. شادوها هم جزء بازاره، چون بچه‌ها خیلی از بچه‌های آموزش میان میپرسن که این آیا شادوها رو حساب کنیم یا حتی از این کلوز کندل یا اوپن کندل بکشیم. نه، شادوها هم جزء بازاره. اگر شما بیایید توی مثلا 5 دقیقه اینو نگاه کنیم ببینید اینجا معامله انجام شده، طبیعتا شادو هم جزء معاملات هست. دیگه چی باید بهت بگم؟ هیچ، این میاد پول بکش رو میزنه میره برمیگرده به سمت بالا به احتمال 90%، ولی اگر نه احتمالا این اتفاق میفته چون حجم خرید بالایی وارد شد دیروز و این کندل پرقدرت رو زد، برآوردمون اینه که 90% این بره بالا، 10% هم ممکنه باز ریزش داشته باشیم ولی بیشتر صعود میبینم فعلا. تا کجا میره؟ من برآوردم تا میدلاین این کانال است و 36000 37000، ولی ولیه خیلی مهمه با هم چکش میکنیم. اگه به گذشته مارکت نگاه کنیم بچه ها، این قیمتی که الان توش هست که داره باش میجنگه، من میخوام یه سطح
اینجوری براش بکشم. اینجا رو دقیق بیابان چک کنیم. من یه سطح مقاومتی واسه این دارم میکشم اینجا که حتی اینو میتونم بالاترم بیارم. توی این باکس سبز بنفش رنگ بودم سبز، این خط بنفش رنگ داریم میبینیم که چندین بار مقاومت و حمایت شدید داشته. یعنی یه بار اینجا تاچ شده، یه بار اینجا تاچ شده نتونسته بشمونه، یه بار اینجا حمایت شده رفته بالا. میبینی یه بار اینجا دوباره دو بار حمایت شده رفته بالا، حالا اینجا رفته و برگشتش، اینجا حمایت شده، ببین اینجا حمایت شده، میبینی اینجا حمایت شده اینجا. پس ما این سطح برامون خیلی مهمه که شکسته بشه. اگر این سطح رو بشمونه میتونیم تا 42 منتظرش باشیم دوباره و تمام اون سیگنالایی که توی هفته پیش دادیم، تیپی یکش که الان همش خورده، تیپی دوش خورده بعضیاش نصفش، تیپی های 3 و 4ش هم میخوره. پس صبور باش تا سود کنی. وقتی میریزه نترس، وقتی سعید میگه بخر بخر که ضرر نکنی، وقتی نوسانگیری میکنی نتیجهش میشه این. نتیجهش چی میشه قربونت؟ از این بالا که گفتم بفروش داری میریم پایین، همه تون شروع کردین خرید. بذار ببینیم چند روزه. اینو بچه های VIP طرف صحبتم باشونه. ببین قربونت، اینجا 10 روز و 16 ساعت، اوکی؟ تو 10 روز خریدی. حالا این وسط من به تو سودم دادم، عکساش هست، ویدیوهاش هم هست، تیپی هایی که خورده. خب چون یه بار اینجا کامل خورد همش دیگه، اینجا هم همینجور یه شادو زد بالا، اینجا هم خورد. و یه نکته دیگه اینجا باید بگم، آها، 10 روز ما خرید کردیم، تازه وسطش سود 20-30%، 18%، 15% هم گرفتم براتون. و اینجا دوباره داریم میایم بالا، دوباره همین الان تی پی آی یکت خورده، اینایی که این قسمت خریدی، فقط همین قسمت، یعنی از چند روز پیش دیروز، یعنی دیروز ما سیگنالایی که دادیم الان تی پی اولت خورده. ببین بریم آدا رو مثلا چک کنیم، ببینیم آدا کجا، آدا داره میره تی پی دوشو بزنه. اگر تمام این مسیر خریدی، میانگین خرید تقریبا میشه اینجاها، اوکی؟ تا همین الان 5% تو سودی، بالاتر بره بیشتر میری تو سود. پس اینایی که اینجا هم خریدی بچه، اینجاها شما باید بفروشین. تی پی های 1.77، 1.81 اینجا اوردر فروش بذارین، کم نخوا از بازار. یکی میگه آقا من سریعتر میخوام پولم برگرده، پولم کمه، اوکی اینجا میخری، اینجا بفروش. همین الان این ویدیو رو دیدی، اینجا و اینجا خریدی دیگه، وسط میشه اینجا. شما همین الان 9% تو سود بفروش، اینی که عجله داری. اوکی عجله نداشته باشی چه اتفاقی میفته؟ ببین قربونت، این اومده پایین، اینم اومده پایین تو 10 روز گذشته، میانگینت میشه اینجا. شما بذار واسه اینجا 51% سود کن. دوباره بزنم، نشد. 47% سود کن. به همین راحتی ما داریم نوسانگیری میکنیم تو همین مارکت ریزشی، من دارم به تو سود میدم بچهای VIP. ببینید پس این اتفاقی که داره میفته، اینو من نمیگم دیگه، چارت داره میگه. این خطا هم که توی هشتگش رو بزنین میاد، عکسی که من اونجا گذاشتم. ببین قربونت، اینجا اینجا شما خریدی، اوکی، این قسمت و این قسمت وسطش رو میگیریم. تا همین الان 10% شما 9% تو سودی. پس اونی که میای میگی من ضرر کردم، سعی چی بخرم چی کار کنم، ببین قربونت، 1 صبر داشته باش، 2 تعداد بای و سل زدنت مهم نیست، کجا بخری کجا بفروشی مهمه. بعضیاتون اومدین گفتین، حالا یکی از کامنت های دایرکت های اینستاگرام، سعی چرا موقع فروش اعلام نمی کنی؟ قربونت الان موقع فروش دارم اعلام میکنم. ببین اینجا و اینجا خریده ها داره واسط، اینجا لطفا بفروش. بریم بچه ها BNB و اتریوم هم نگاه کنیم چون اصلی ها بود و اونا هم یه سری بهش بزنیم. خب رفقا، این نخورده متاسفانه دو اوردر خریدت، ولی از 1 تا همین الان 7% تو سودی. میتونی 299 بفروشی، میتونی همین الان که ویدیو رو دیدی بفروشی. حالا ویدیو رو دیدی به لحظه توی کانال VIP گذاشته میشه، یوتیوب خب یکم زمان بره چون ادیت میخواد و ارسال، من 1-2 ساعت فاصله است. پس اینجا میتونی الان سیو سود کنی. نکته بعدی اتریوم هم چک کنیم و تمام. اتریوم قربونه تی پی یکم هنوز نخورده، ولی شما اینجا اینجا و اینجا اینجا و اینجا خریدی تو دوتا ریزش،
یه دقیقه اینجا ما نگاه کنیم میانگینت میشه این قسمت تا همین الان 12% تو سودی. اگر بسته بفروش، بگو خدا بابا تو بیامرز سعید، یه سودی ما خوردیم، دمت گرم. اگرم نفروختی میخوای بیشتر وایستی براش، اوکی، شما این وسط تیپی اول 14%، تیپی دوم 21%، تیپی سوم 30% وسط بازار ریزشی من به تو سود میدم. اینو من نمیگم، این بخون عددا رو بخون قربونت، چون خیلی ها اومده بودین سعید چرا فقط کف و صف کار میکنی، چرا خودش داره این ویدیو رو میبینه احتمالا و لبخند منم براش جالب احتمالا، چرا سعید کف و سقف کار میکنی، فقط میگی کف بخر سقف بفروش. این کف و سقف چیه؟ آقا کف و سقف همینی که الان اینجا نوشته 30%، این میشه میانگین کم کردن و کف و سقف خریدن. اوکی، هنوز نرسیده بهش؟ آره هنوز نرسیده، دورت بگردم، شما همین الان 12% بگیر برو تو اثبات با 12% وسط ریزش. خب یعنی هنوز همه میگن آقا ریزش ادامه داره تا 21 رو میبینه، 24 رو میبینه این داستانا، ولی باز هم پس سود داریم میگیریم. نوش جون اونایی که تو وی آی پی هستن و بچه آموزش خوب میدونن این یعنی چی، این کف و سقفه، شکست خط روند یعنی چی. توی بی ام بی و اکثر آلت کوین ها بچه ها، اینم باید بگم وقت ویدیو زیاد نشه، 11 دقیقه شو سری جمعش کنم، اکثر آلت کوین ها بچه ها الان تو وضعیتی هستن که شکست خط روند براشون اتفاق افتاده و بعد از شکست خط روند همتون میدونین که چه اتفاقی میفته دیگه. قطعا توی سودین این اتریوم بود، اینو ببینیم اینم اتفاق افتاده یا نه. این هنوز نیفتاده آدا، ولی اگه بشکونه قطعا میتونیم 1.77 رو ببینه دیگه، اگه بیت باز نریزه. اینم شرط ما، آخه هر چی بدبختی، هر چی کار میکنیم، هر چی تحلیل میذاریم، تهش یه سر به بیت کوین وصله، یعنی بیت میریزه فاتحه تحلیلا رو میخونه میره. کی بشه این بیت کوین راهش رو از آلت کوین ها جدا کنه خدا میدونه. یه سرم به دامیننس بزنیم تا اینجا اومدیم. دامیننس هم بچه رو به پایینه، احتمالا آلت کوین هاتون تی پی آی 2-3 بخوره، پس صبور باشین. اوکی، اونی که صبر نداره سیو سود کنه، اونم که طمع هم نکنین، اینم جز بشه. یک میاد میره تی پی بالای بالا میذاره، میگه سعید من 50% میخوام، بعد هر روزم پیام میده سعید چرا تی پی ها نمیخوره. خب قربونه دیگه، عجله داری، 1-2 رو بردار برو دیگه، همون 12% 15% رو بردار، بعد برمیداری دوباره برو اوردر خرید بذار. اینو بهت بگم، اینم یه سوال پرتکرار بود، ببین دورت بگردم، تو الان اینجا فروختی، خب دوباره برو اوردر خرید تو بکار اینجا، اینجا و اینجا، منتظر شو مارکت بریزه. آی اگر بریزه نریزه، اوکی، مگه اینجا نریخت؟ مگه اینجا نریخت؟ بازم میریزه، پس نگرانش نباش. خیلی هاتون گفتین 30 پایین تر میبینه یا نمیبینه، من هنوز معتقدم چون همه بزرگا میگن میبینه، احتمالش زیاده که ببینه، و اگر 30 رو از دست بدیم بچه ها کلن یکم وضعیت بازار جالبم نمیشه، اینم در جریان باشی. برای ما که فرقی نمیکنه، ما نوسانگیری میکنیم، کف میخریم سقف میفروشیم و خوبم، پس راضیم خودم راضیم، ولتم راضیه، انشالله که بچه های گروه هم راضی باشن. رفقا زیاد پرحرفی نکنم، اومدیم فقط یه سری به بیت کوین بزنیم و آلت کوین هایی که حالا پرطرفدار بود و ما بیشتر سیگنال کرده بودیم. بقیه آلت کوین ها هم میتونین هشتگش رو بزنین توی وی آی پی و اون بالا واسهتون میاد، نگاه کنین که اوردراش فعال شده یا نشده، میتونی ببینی خود خریده واسد یا نخریده، و اگر خریده بود الان و یا تیپی اول دوم سومش رو بذار واسه فروش واسد بفروشه. و همه تون الان 7%، 8%، 15%، 10% آلت کوین هایی که سیگنال کرده بودم و تو همین دیروز و پریروز تو سود هستین. اومدم بهتون اعلام کنم که میتونین الان سیو سود کنین و الان موقع خروج هست. چرا؟ اینم باز بگم چرا، چون بعضیا میان میگن نه وایسیم تو اون بالا. یه نکته بچه اینجا جالب بهت بگم، ببین قربونت، وقتی شما به یه سطح مقاومتی برخورد میکنی باید سیو سود کنی، اینجا این باکس بنفش رنگ. چرا؟ ممکنه به این سطح بنفش رنگ که برخورد میکنه، مثل اینجا که برخورد کرد، گفتم بفروش طمع نکن، ریخت تا 30,000، دوباره میاد بالا، آره میاد بالا، دوباره میریزه، آره میریزه، دوباره میاد بالا، آقا ریخت بخر رفت بالا بفروش،
دوتا چهار تا تمن نکن، یه سیو سود بکن. اگر این بالا رفت دوباره این بالا خرید کن، باش برو همراه شو بالا اگر مقاومت رو شکست، ولی در غیر این صورت الان خب من این ممکنه ریزش دوباره شروع بشه اینجا بچه ها، چون کندل پره دیگه. مکیو نگاه کن، این ویدیوها رو زودتر پست کنم که به درد دو نفر بخوره و یه خدا پدر بیامرزی برای ما باشه. دمتون گرم رفقا، عشقین، مرسی واسه کامنت های یوتیوب، چون یوتیوب هم میذاریم بچه های VIP اینجا بگم، مرسی که کامنت های خوب برام میذارین، خیلی محبت دارین به من، من تک تکش رو میخونم، لایکش میکنم و همینجا ازتون تشکر میکنم و این انرژی خوب، حس خوب و واقعا مدیونتونم. بچه های VIP هم خیلی 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 خوشحالم که تو گروهمون، این گروهمون تقریبا 570-80 نفر شدیم و تقریبا چیزی نمونده تا 1000 تایی شدنمون. خیلی زود اتفاق میفته چون جایی تبلیغات ندارم به جز یوتیوب و اینستاگرام که حالا هر دوشو میذارم، چون اونجا هم استوری میذارم، اونجا هم دنبال کنیم بچه ها. توی VIP هم چیز میذارم، لینکشو میذارم که فالو کنین. چون تبلیغات ندارم زبون من شماهایین، اگر راضین سود میکنین منو معرفی کنین به بقیه، اگر حس خوبی میتونم بهتون منتقل کنم این کارو بکنین. در غیر این صورت من هیچ تبلیغی ندارم هیچ جا و هر آنچه که هر کسی که الان اینجا این ویدیو رو داره میبینه لطفش بوده، به تعریف دوستان بوده، یا اینکه یه چیزی براش داشتم، یه چیزی بگم، یه سیگنال خوبی شاید داده باشم یا تحلیلی کرده باشم به درد کسی خورده باشه، یعنی خودمون، یعنی جمع خودمونیه، خودتونیم فقط. این حس رو با هیچی عوض نمی کنم. دم همتون گرم، دست تک تکتون رو میبوسم که اینقدر با مرام این تاچ میکنین و برام مینویسین متنای خوب، حس خوبتون و انرژی خوبتون رو منتقل میکنین. دمتون گرم رفقا، فعلا خداحافظ.